الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید سرفراز و سر بلند باشید و اما درس امروز ما درس 83 اوم هست از شرح صحیح بخاری و حدیث دیگری از احادیث این کتاب و حدیثی که امروز در شهر اون هستیم در هفته گذشته عنوان باب رو شرح دادیم و اون هم حدیث بیستم هست از حدیث باب بیستم هست از ابواب صحیح بخاری حدیث بیست و هشتم و در حدیث در این باب عنوان باب این بود که باب افشاء السلام همونطوری که در صحیح بخاری میبینید به اسم باب افشاء السلام مطرح است این عنوان باب هست یعنی شما عنوان باب رو اینطوری خواهد دید که یعنی این باب بیستم عنوانش این هست که افشای سلام یعنی منتشر ساختن اون یعنی اینکه در جامعه مردم با هم اظهار محبت و تواضع داشته باشند انتشار سلام و منتشر شدن اون و شایعه شدن اینکه همه خیلی به آسانی سلام کنند امروز معنی این رو باید به خوبی درک کنیم و اون اینکه در خیلی از جوامع مردم به همدیگه سلام نمیدن شاید کلمات دیگه عبارات دیگه غیر از کلمه سلام رو به کار میبرند و وقتی که به هم دیگه هم میرسن شاید خیلی مواقع اصلا سلام نمی کنند و خود کلمه سلام چرا انتخاب شده چرا این لفظ انتخاب شده واقعا چرا کلمه سلام هست چرا اهلا و سهلا نیست مثلا چرا مرحبا نیست چرا نمیدونم هر خوش دیگری غیر از لفظ سلام نیست چرا الفاظ دیگری در عربی الفاظ بسیار زیاد بود که میتونست جایگزین سلام کردن باشه ولی لفظ سلام رو به برد سلام از سلامتی هست سلام از اسلام هست از امنیت هست از آرامش هست از صلح و صفا هست و همه اینها امنیت میاره و آسایش و آرامش و دوستی و محبت رو به وجود میاره وقتی که میبینیم سلام یکی از نام های خداوند است السلام المؤمن المهیمن العزیز وقتی که در قرآن کریم میخونیم السلام میخونیم این نام خداوند است و چرا وقتی که سلام میکنیم میگیم السلام علیکم و در بقیه هم همینطور و خداوند دستور داد که و ایده حییتون به تحییتین فحیو احسن منها او ردوها وقتی کسی به شما سلام داد شما با بهترین الفاظ از اون استقبال کنید و جواب بدید دین اسلام دین ادب دین احترام دین سلام و سلامتی است اینجا عنوان باب خیلی جلب توجه میکنه و اون هم که امام بخاری این ابتکار رو به خرج داده و گفته افشاء السلام مین الاسلام گفته این که سلام بکنی به دیگران از اسلام هست یعنی چی از اسلام هست نه اینکه در دین اسلام هست فقط یعنی در ضمن اسلام هست از کمال اسلام انسان مؤمن و مسلمان این هست که سلام کنه از نشانه کامل بودن اسلام این فرد هست که سلام میکنه و اون رو منتشر میسازه و به هر کسی رسید سلام میکنه چه بشناسه چه نشناسه و این دلیل بر کمال اسلام فرد هست ما حدیث رو در هفته گذشته فقط ترجمهش رو ذکر کردیم امروز برمیگردیم و حدیث رو با سند میخونیم و ترجمه اون رو ذکر میکنیم امام بخاری روایت کرد از قتیبه گفت حدثنا قتیبه و حد ما گفت قتیبه هم گفت که قال اخبرنا لیث گفت که لیث به ما خبر داد لیث هم گفت ان یزید ابن ابی حبیب از یزید ابن ابی حبیب این حدیث روایت شده است ایشون هم از چه کسی از ابل خیر و ابل خیر هم از عبدالله ابن عمر از عبدالله ابن عمر روایت کرد حالا ببینیم حدیث چی هست حدیث فرمود ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم یه شخصی از پیامبر پرسید علیه الصلاه و السلام ای الاسلام خیر چه چیزی در اسلام بهتر است بهترین عملی که من انجام بدم این شخص اومده سوال میکنه که چه چی چیزی رو باید انجام بده گفت پیامبر فرمود تو طعام غذا میدی به نیازمند به فقیر به مهمان به خلاصه طعام میدی این یک و تو قری السلام و سلام میکنی به کسی علی من عرفته و من لم تعرف بر هر که شناختی و نشناختی چه بشناسی چه نشناسی بر هر دوی اونها سلام بده خب ترجمه حدیث رو هم ببینید که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله ابن عمر ابن العاص که اینجا فرمود عبدالله ابن عمر یعنی عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهما فرمود شخصی از پیامبر اکرم علیه الصلاه السلام پرسید کدام عمل در اسلام بهترین می باشد بهترین عمل چی هست پیامبر در جوابشون گفتند که غذا دادن به مردم سلام کردن به اشخاص آشنا و بیگانه یعنی چه بشناسی چه آشنا و بیگان هر دو رو سلام برسونی و این هم بود متن حدیث الان ما شرح حدیث رو بگیم حدیثی که بسیار مهم هست اگر دقت کرده باشید بر اساس آنچه که در این حدیث و سایر احادیث دیگری که از رسول الله علیه و سلام نقل شده است من حدیث دیگری رو هم براتون بخونم و اون هم حدیث معروفی است که پیامبر علی صلی الله علیه و حدیث ابو هریره معروف است که پیامبر علی صلی الله علیه و سلام فرمود اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افش السلام بینکم پیامبر فرمود میخواهید که من یک راهی رو به شما یاد بدم اگر اون کار رو کردید یک کاری رو بهتون بگم راهنماییتون کنم به انجام کاری اگر اون رو انجام دادی تحاببتم در میانتون محبت زیاد می شود همدیگر رو دوست خواهید داشت به سبب اون کار بعد سپس فرمود افش السلام بینکم سلام رو در بین خودتون منتشر کنید زیاد کنید زیاد به هم دیگه سلام بدید و توجه به این موضوع به اینکه سلام دادن سلام کردن و اون هم لفظ السلام علیکم هست خیلی موارد هست کسانی که فقط به کسی سلام میکنند که به اونها سلام کنه و جواب کسی رو میدن که به اونها سلام کنه یا منتظر میشن که سلامش رو کسی بیاد اونها رو سلام کنه و نمیدونند که چقدر محبت به وسیله این زیاد میشه بعد هم میگن که چرا فلانی منو دوست نداره چرا فلانی الان منو دوست نداره اگه میخوای دوست داشته باشند چه به هر کی رسیدی سلام کن و سلام کردن و احوال پرسیدن البته بدون ایجاد مزاحمت بعضی وقتا کسی هست که چپ و راست میره سلام میکنه نه به اون شیوه بلکه هر بار به با کسی رو ملاقات میکنی سلامش میکنی ولی نه اینکه هر بار که رفتی خلاصه این تکرار شدن این الفاظ اون هم در اینکه در هر لحظه ای که وارد میشی و به مجلسی میای و دیگران رو ملاقات میکنی باعث میشه که محبت تو در دل اونها بیشتر شود و اونها هم در جواب به تو سلام کنند حتی اگر سلام هم نکردند انسان نباید منتظر باشه خیلی نقطه جالبی رو یکی از بزرگان گفت و اون اینکه اگر اون کسی که منتظر است دیگران سلامش کنند مانند گدایی است که مستحق صدقه است یعنی تو داری صدقه میدی به دیگران تو داری به اونی که نشسته و منتظر تو هست بهش صدقه میدی و راهنمایش میکنی که یعنی در واقع نشسته در انتظار سلام تو اما اونی که پیش دستی میکند میبخشد و سبقت گرفته است در اسلام همیشه اون کسی که مقدم هست و از دیگران پیشی میگیرد در خیر محبوبتر و ستودنیتر هست حتی در سلام کردن هم انسان باید پیش دست باشد و خودش رو مقدم از دیگران قرار بدهد خب بر اساس آنچه که در این حدیث میدونیم بهترین اسبابی که باعث می شود که در روز قیامت شخص جایگاه بزرگتری داشته باشد این هست که نفعش به مسلمانان دیگه برسد و انسان تا زمانی که نفعش به دیگران می رسد انسان شایسته و انسان نیست که دارای خیر و برکت و در این حال هم اجر زیاد دارد ما پیامبر رو می بینیم صحابه رو می بینیم که در این که به این درجات بزرگ به این حسنات بزرگ دست یابند از همدیگه پیشی می گرفتند منتظر این نبودن کسی بیاد و برای اونها شرح بده یا تشویقشون کنه یا منتظر این باشن کسی دیگری بیاد اونها رو سلام کنه بلکه همونی که از پیامبر دستور می اومد اینها اطاعت می کردند و آنچه که رسول الله علیه السلام فرموده بود رو انجام می دادند خب آنچه که در این حدیث اومده دو تا تفاوت پاسخ هست در اینجا یکی این که در اینجا بفرماید که پرسید که بهترین خصلت اسلام چی هست و پیامبر به تفاوت حال اونها جواب داد اگر یادتون باشه در احادیث قبلی که سوال شد ای الاسلامی خیر در حدیث فکر کنم حدیث 18 هم بود و سؤال كر ك نحن الحديث بستو بود رسول الله عليه الصلاة والسلام سؤال کرد که ك... أي العمل أفضل؟ بهتر هست فرمود إيمان بالله ورسوله ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم قيل ماذا؟ قال حج مبرور. در كوني سؤال شد أي العمل أفضل؟ فرمود إيمان بخدا ورسوله خدا جهاد في سبيل الله وحج در این حدیث فرمود سوال کردن که ای الاسلامی افضل اونجا سوال بود ای العملی افضل اینجا فرمود ای الاسلامی افضل البته سیغه ها مختلفه ولی در واقع هر دو یک معنی رو میرسونه ولی به اضافه اون اضافاتی هم درش وجود دارد و اون که فرمود از خصلت اون از جمله اعمال فاصله بود این از جمله خصال است که خصلت و صفات اسلام هست یعنی کسی که میگه من مسلمانم باید حتما این صفت رو داشته باشد که فرمود سوال کرد ایو الاسلامی خیر پیامبر فرمود تو الطعام و تو السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف سلام بکن به هرکی که شناخته اولا تعام دادن که خیلی وقت ها هست انسان ها ارزش این که بتونی غذا بدی به مهمان غذا بدی به فقیر غذا بدی به دیگران غذا دادن و بخیل نبودن و بخشنده بودن یکی از صفات بسیار پسندیده در اسلام هست و اطعام ما در قرآن کریم هم داریم اطعام مسکین یکی از صفات بسیار بارز و ستودنی است که خداوند اون رو ستوده است خب این تفاوت در جواب از کجاست و به چه معنی هست چرا خداوند تفاوت در پیامبر تفاوت در دو تا حدیث رو با دو تا لفظ فرموده است پیامبر علی السلام در اظهار و عمومی و عمومی سازی سلام اشاره میکنه زیرا آنچنان که ظاهر میگردد والله و علم مردم نسبت به این مسئله در زمان بی توجه بوده باشند یعنی زمانی توجهی نبوده پیامبر اومده این صفات رو یا در مورد اون شخص همیشه گفتم که رسول الله علیه و سلام وقتی به کسی جواب میداد با کسی صحبت می کرد، یا کسی می اومد سوال می کرد، جواب پیامبر جوابی بود برای اون شخصی که نشسته و اونی که اطرافش بودن یعنی در عین حالی که محاسن اسلام رو ذکر میکرد در عین همون حال هم علاج یک بیماری که اون فردی بهش مبتلا شد میکرد یکی اومد که سوال کرد یا رسول الله چه کاری خیلی بهتر است فرمود لا تغضب عصبانی نشی گفت بعد از اون چی؟ گفت باز فرمود لا تغضب باز تکرار کرد سوالش رو باز پیامبر فرمود لا تغضب عصبانی نشو یعنی این که تو عصبانی نشی پیامبر اون شخص رو شناخته عصبانی الان افضل عمل در حق اون اینه یعنی این بیماری رو علاج, علاج بکنه ولی خب این به اون معنی نیست که دی کارهای دیگر رو انجام نده تو فعلا بهترین کار دین این کار رو بکنی وقتی این بیماری رو علاج کردی این مشکل رو علاج کردی بعدا سراغ بقیه هم خواهی رفت و اینه که بعدا میگم به این معنی نیست که نماز نخونه روزه نگیره زکات نده جهاد نره هیچ کدوم از این کارا نکنه نه به این معنیه که اونها عمومی همه دارن تو هم داشته باش ولی به اضافه اون اگه میخوای یک کار اختصاصی برای خودت داشته باشی اینی که عصبانی نشی ولی در این حال هم توصیه به همه یک نیست که عصبانی نشد در این حدیث هم که میفرماید تطعیم الطعام و, و تقریع السلام مسلما جوابی است برای اون شخص و برای تمام شخصانی که در اشخاصی که در وضعیت اون قرار دارند و این گونه است که پیامبر علیه الصلاه و السلام جواب هر دو رو گفته است پس مستحب است که انسان مسلمان در سلام کردن بر هر شخصی که با وی ملاقات می نماید سلام کند و پیش قدم شود این یکی از خصال اسلام هست و اسلام بوونطوری همچنین نباید شخص مسلمان را فقط به کسایی که میشناسد اختصاص دهد یعنی سلام کردن رو نباید اختصاص بدیم به هر کی میشناسیم بلکه اونی که میشناسیم و اونی که نمیشناسیم همه زیرا به سبب پیشقدم بودن در سلام بر امه مسلمانان و عمومی سازی آن انسان دارای تواضع می شود یک محبت در جامعه زیاد می شود دو تواضع فرد رو میرسونه و ما باید حتما در بحث این که به دیگران تواضع داشته باشیم رو حتما تقویت کنیم خیلی لازم ها خیلی بیتوجهی شده است به این معنی گوی اینکه که اسلام دین خشونت هست در حالی که اسلام میفرماید سلام بکن بر هر کی که میشناسی و نمیشناسی نمیشناسی دوستت نیست فامیلت نیست کسی نیست که شما اون رو بشناسید ولی در این حال توصیه شده است به اینکه سلامش بکن پس دین اسلام دین سلام هست دین سلامتی هست وقتی هم سلام میکنی معنی داره یعنی یک دعا, دعا, دعا میکنی براش که خدا اون رو سلامت کنه وقتی میگه السلام علیکم یعنی سلام بر تو تو سلامت باشی یعنی از هر عیب و گزند و زرر و زیانی در امان باشی ادامه میدی و رحمت الله و رحمت خدا بر تو و برکات او و برکت و فراوانی رزق و روزی خدا بر تو پس نگاه کنید چه دعای بزرگی براش کردی وقتی وارد میشی و بر کسی سلام میکنی یا بر جمعی سلام میکنی تو داری این رو بهشون میگی تو داری بهشون میگی همه شما خداوند بهتون سلامتی بدهد رحمت و برکاتش رو بر شما نازل کند به اضافه این معنی دیگری هم داره با اونم این که یعنی وقتی که رسیدی بگی گفتی السلام علیکم یعنی باید بداری بهش میگی مطمئن باش من آسیبی به تو نمیرسونم من قصد بدی نسبت به تو ندارم از همون شروع ملاقاتتون تو داری این رو بهش میگی ولی اینانم باید به با اون عمل کنی وقتی به کسی میگه السلام علیکم واقعا اینطوری باشه نه اینکه به زبان بگی السلام علیکم و در عمل چیز دیگه ای باشه این نقطه دی... بعدی اما مطلب بعد این که دین اسلام دینی است که دستور داده که همه رو این... به این شیوه عادت داده که به همدیگر سلام کنند و این رو از خصلت‌های اسلام دانسته است پس چگونه چرا خشونت رو به اسلام نسبت میدهید در حالی که شماها در هیچ جای دنیا کلمات شبیه این رو یا نزدیک به این رو در اولین ملاقاتتون به کار نمیبرید این کلمه چقدر پر معنا و محتوا هست و چقدر هم دلسوزانه هست و یک چرا این کار رو میکنیم خواهان محبتیم پس دین اسلام دین محبته اولا ادلکم علی علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگه انجام بدید همدیگر رو دوست خواهید داشت فرمود افش السلام بینکم پس محبت داشتن امری است یعنی همدیگر رو دوست داشتن امری است که خداوند میخواد اسلام میخواد مردم همدیگر رو دوست داشته باشند اسلام میخواد که در بین مردم محبت باشه نه بغض و کینه و عداوت و برای اون هم پیشنهاد داده طرح داده و یکی از طرحهاش هم گفتن سلام و افشای سلام و منتشر شدن سلام در جامعه است این یکی از راه اون هست و مسلم هم میدونیم وقتی که دو نفر با هم دیگه حرف نمیزنند وقتی که در کنار هم رد میشن و سلام نمیکنند، اینها اگر هم دیگه رو بشناسند کینه و کدورتشون زیاد خواهد شد میگه فلانی به من رسید سلام نکرد منم سلامش نمی کنم. و با تکرار این هست که تبدیل میشه به دشمنی تبدیل میشه به حق اما همین که یکی سلام کرد بار دیگه دومی هم اونم هم سلام میکنه وقتی این ادامه پیدا کرد محبت زیاد میشه ملاقات صورت میگیره حرفای دیگه هم زده میشه به هم دیگه کمک خواهند کرد مواسات و حمایت و دفاع از هم دیگه خواهند داشت و این از خصال اسلام و از صفات اسلام هست که باید حتما منتشر بشه و عمومی سازی اون این تاثیر رو داره با شایسته است که بدانیم یکی از نشانه های فرارسیدن قیامت سلام دادن به کسانی است که با انسان آشنایی و دوستی دارند یعنی در روزی که از نشانه های قیامت که رسول الله علیه و السلام گفته اند این است که انسان فقط سلام و کسانی بکند که میشناسد و اون دیگرانی که نمیشناسند و سلام نکند این از نشانه های قیامته که انسان فقط آشناهاش رو سلام کنه ببینید چقدر مهم هست یعنی وقتی که خداوند پیامبر بیفرمید این نشانه از علامات قیامت هست یعنی اینکه دیگه خیری در دنیا وجود ندارد یعنی خیری در این دنیا نیست دیگه تموم شده پس هر چقدر این رو زیاد کنید یعنی واقعا خیر همچنان باقیه اگه به کسانی هم که نمیشناسی سلام کنی یعنی خیر باقیه این رو که عرض میکنم نه تنها در حالا نسبت به دنیا نسبت به روستا نسبت به شهر نسبت به همه حله در هر جایی در هر روستایی اگه مردم فقط با آشناهاشون سلام و علیه کردند بدانید اون روستا به خیر نیست دیگه اون روستایی که مردمانش فقط به آشناهاشون سلام میکنند مسلما روستایی نیست که در خیر باشه و دیگه خیر ازش تموم شده یا در شهری یا در محله ای یا در هر جایی که هست ولی اگر مردم چه با آشنا چه به دوست سلام علیه کردند اونجاست که در اون روستا و شهر خیر و برکت و فضیلت وجود داره و به خاطر همین یکی از نشانه هایی که نزدیکی بر پای قیامت این بود که شخص فقط با آشنایانش سلام میکنه و در حدیثی که در امام احمد نقل کرده در مسند پیامبر علیه السلام فرمودند پیامبر علیه الصلاه والسلام میفرماید که خود سلام می در... یعنی کسی که سلام می کند در انتها باید گفت که این از ارشادات پیامبر هست که صلی الله علیه وسلم در بحث فضیلت سلام مخصوص مسلمانان و از خصال اسلام هست که به همدیگه سلام می کند. یعنی سلام کردن حتی اگر انسان تنها بود وقتی که وارد خونت میشی به تنهایی وارد خونت میشی به خودت سلام میکنی اگر کسی بود به اونها سلام میکنی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین میگید به خودتون و بندگان صالح خدا و این چقدر ببینید عظمت دارد این دین که با این ریزی حتی تو اگر وارد اتاق خونه خودت شدی کسی خونه نیست در رو باز میکنی میری حتی با وارد شدن بر خودت سلام کنید اگر اونا نبودن تسلم علی اهلها اگر اون اهل خانواده بودن سلام میکنی اگر نبودند بر خودت سلام میکنی و اما بحث اینکه آیا میشه بر کفار سلام کرد یا نه اون موضوع دیگری است که در جای خودش بحث خواهم کرد ان در این برنامه ما به انتهای برنامه رسیدیم سری هم به سایت شبکه جهانی نور واحد علمی بزنید و این برنامه رو در اونجا دریافت کنید و پیشنهاد و انتقاد هم که دارید برای ما بفرستید وصل الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین